خیلی ممنون. سلام برادر خواهر عزیز. اینو باید یکم خاموش کنم چون به طرف شما. من باد روح القدس رو دارم. گود. میتونیم قبل از اینکه کلام رو بشنویم با هم اینو این اعلام رو بکنیم. من محبوب خدا هستم و اشتیاق وی بر من است. من محبوب خدا هستم، اشتیاق وی بر من است. دوباره. من محبوب خدا هستم، اشتیاق وی بر من است. من محبوب خدا هستم و اشتیاق خدا هم است. آمین. آمین. معمولا اگه اینو باور کنین دیگه میتونیم جلسه‌مون تعطیل کنیم. دیگه احتیاج به کلام ندارین. چون واقعا این کلامی که الان اعلام کردیم من محبوب خدا هستم و اینو باور کنی با تمام قلبتون وجودتون که خدا تو رو همینطور که هستی که تو رو عالی خلق کرده و هر کاری که خداوند انجام میده کامل و عالی و خوبه. چیزی نمیتونیم روش اضافه کنیم. مطمئن هستین؟ یعنی تو تک هستی، خدا تو رو کامل خلق کرده و این چیزی که تو هستی، این که خدا تو رو اینطوری خلق کرده، عاشقانه دوست داره و چون عاشقانه تو رو دوست داره همینطور هم اول گرانبها هستی، با ارزش هستی و خدا محافظ توست. و نه فقط این، بلکه اینجا گفتیم که دومین قسمت اینه که و اشتیاق وی بر من است. آمین. امروز هم خدا میخواد قسمت‌های از خودش آشکار کنه و که بتونیم با عشق او آشنا بشیم، لذت ببریم از عشق او و در عشق او ساخته بشیم. عزیزان، در عشق اوست که ما ساخته میشیم، نه با اعمال ماست، نه با رفتار ماست، نه با قدم‌هایی که برمی‌داریم حکمت ماست، بلکه در عشق او، باور کردن عشق او اتوماتیک همه چی نظم پیدا میکنه. همین احترام گذاشتن خدا که امروز هم دوباره میخوایم در این قسمت ها فکر کنیم و خدا میخواد در این قسمت ها قلبای ما رو سمت او، اون پادشاه پادشاه و رب الارباب بازتر کنه که عظمت او، جلال او، شکوه او رو ببینیم. من هم امروز آمدم نه فقط کلام به شما بگم، بلکه آمدم ملاقات با او داشته باشم. من میخوام او رو پرستش کنم، شکرگزاری کنم. همین سرودی که الان خوندیم، الان نمیدونم چقدر با دقت خوندین، که گفتیم قدوس 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 خدای خداوند، خدای قادر متعال مطلق، که بود، هست و خواهد آمد. قدوس قدوس قدوس، یه فرشته ها که دورور تخت خداوند اونجا سجده میکنن و پرستش میکنن چون جلال او رو میدونن، زیبایی او رو میدونن، عدالت او رو میبینن، محبت او رو میبینن. همونطور که اشعای نبی زمانی که آسمون باز شد نگاه کرد، گفته وای بر من چون شکوه و قدوسیت خدا رو دید. دید چطور فرشته ها دور تخت خدا سجده میکنن. و زمانی که خدا هدایت کنه با فیض او بتونیم جلال او رو ببینیم و با قدوسیت او آشنا بشیم، عزیزان مطمئن باشید این سرودی خوندین کلن دیگه طوری دیگه خواهیم خوند. روی زمین میافتین، فقط دستتون بلند میکنیم، میگه قدوس 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 هستی تو. سجده میکنیم، اصلا کلن با یک فضای دیگه، با یک با توی تقریبا وارد یه بود دیگه خواهیم شد. مطمئن هستین این خدای ما همون لیاقت اینو داره که واقعا با این حال بیایم او رو پرستش کنیم. بعضی وقت ما پرستش میکنیم چون سرودهای قشنگی هستن. آخ چقدر پدر جان محبت تو، چقدر عالیه این سرود. بعضی وقت پرستش میکنیم چون سرود قشنگی است. بعضی وقت پرستش میکنیم چون آها خدا من به آمدیم اینجا، الان وظیفه ماست، الان باید به هر حال یه پرستشی کنیم، شاید تو این پرستش یه برکتهایی بتونیم بگیریم. نه، بعضی وقت با خدا زمانی که میبره تو اوج
این محبت او، عظمت او و زیبایی او، اون موقع خودت رو فراموش میکنی، فقط میخوای پرستش کنی، شکر گذاری کنی، روی زانو نه فقط روی سرت میافتی، چون میبینی که جلو او واقعا هیچ هستی. اون فیض و رحمت اوست که تو رو بلند میکنه، اون فیض و رحمت اوست که حیات به تو دمیده، حیات جاودانی به تو دمیده. این پرستشی است که واقعا میتونم بگم خدا لایقه، خدا شایسته هست این پرستش رو بیاریم. و من احساس میکنم و میدونم، فقط احساس میکنم ولی باور میکنم، ما در زمان آخر زندگی میکنیم. اون خدایی که الان گفتیم که بود، هست و میآید، ما برای این زندگی میکنیم که عیسی مسیح بیاد، ملکوتش بیاد و اینجا این دنیا را از دست شیطان، از دست این نیروهای تاریکی آزاد کنه. برای این ما زندگی میکنیم عزیزان. به این خاطر من فکر میکنم، باور میکنم، ایمان دارم خدا میخواد ما را به یک بعد دیگه برگردونه یا ببره، یه بعدی که او رو میشناسیم. زمانی که واقعا او رو چشیدیم و دیدیم عظمت او، اصلا همه چی عوض خواهد شد. دیگه تو مرکز نیستی، بلکه او مرکز همه چی میشه. مطمئن هستی؟ یعنی این چیزا رو شاید الان اولین باری که این چیزا رو میشنوی، یا فقط زمانی که خدا صحبت میکنه شاید دیدت، فوکوست اصلا کلن یه جای دیگه هست. فقط خدا میخواد هر دفعه که صحبت میکنه فوکوست رو درست کنه که سمت اون نگاه کنی، سمت اون شخصی نگاه کنی که به تو حیات میبخشه و تو رو بلند میکنه و همینطور هم تبدیل میکنه. آمین. هاللویا. مرسی روح القدس که امروز هم اینجا هستی با قلبای ما صحبت کنی. خداوند بیا روح القدس هدایت کن که واقعا خدا رو اینطوری که لایق پرستش کنیم. خداوند اون که واقعا لایقه خداوند اینطوری پرستش کنیم، این در دست من نیست. روح القدس بیا با قلبای ما صحبت کن خداوند، با قلبای ما صحبت کن و تبدیل کن خداوند. چشمای قلبمون باز کن روح القدس که واقعا خدا رو ببینیم اینطوری که هست، نه اینطوری که خودمون رو تصویر رو میکشیم خداوند، اونطوری که هست. بیا روح القدس، در دست من نیست، این کار توست که باید انجام بدی. آمین و آمین. چون ما در زمان آخر زندگی میکنیم، یک ماه پیش بود در مورد این، یعنی ماها پیش بود که در مورد ترس خداوند صحبت کردم، ترس خداوند از دید خدا چیه و همینطورم احترام گذاشتم به خدا. و در این قرن 21 ما زندگی میکنیم دیگه، از خدا یک تصویری ساختیم، یک بابا نوئلی ساختیم که فقط گله میکنیم، فقط داد میزنیم و فقط میخواییم مثل بچه های بی تربیت، فقط اونجا هنوز محبت رو درست نچشیدیم و فقط میگیم که بیا خداوند من رو برکت بده، بیا الان تو منو نجات دادی، الان بیا زندگی منو اینجا درست کن. تصویر اشتباهی از خدا داریم و خدا میخواد به هر حال در این قسمت هایی که مخصوصا در زمان آخر ما برگردیم به چیزای اصلی او که امروز میخوام کوتاه در موردش صحبت کنم. دفعه گذشته همینطور که موعظه کردم گفتم که تو مکاشفه یک کتابی هست که می نویسه که در زمان آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اتفاقاتی زیادی افتاده. ما الان از طریق تاریخ کلیسا، زمان کلیسا تقریبا مثل که 2 دقیقه قبل از 12 هستیم، 2 دقیقه مونده به آمدن عیسی مسیح. و اینجا چیزای نبوت‌هایی شده که در زمان آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همینطور هم از نشانه‌هایی که در این دنیا می‌بینیم متوجه می‌شیم. این حساسیت رو داریم که اتفاقی می‌افته. الان خدا، یا بیشتر بتونم بگم داماد، عروس خودش رو آماده می‌کنه، یا و ما کلیسا عروس خدا هستیم، یا باید خودمون رو آماده کنیم. نه اینطور بگیم فکر آها من ایمان رو بودم به عیسی مسیح دیگه این کافیه، بلکه خدا میخواد با عشق خودش ما رو بیشتر و بیشتر بکشه به اون حقیقت، ما رو آزاد کنه از این وابستگی ها. و این فقط به وسیله ترس خداوند قرار میگیره و همینطور هم این ترس خداوند احترام میاره. و اینجا در مکاشفه باب 14 اینجا نوشته شده، باب 14 آیه 6 تا 7 میگه که و فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمون
پرواز می کند و انجیل جاودانی رو دارد تا ساکنان زمین را از هر امت، قبیله و زبان و قوم بشارت دهد. الان تمام دنیا یواش یواش در تمام قبیله هایی که پیام خدا اونجا نرسیده افرادی هستن که خدمت می کنن، ترجمه می کنن که بتونن پیام انجیل رو به این افرادی که هنوز نشنیدن ببرن. بعد از این میگه که و انجیل رو، انجیل جاودانی رو دارد تا ساکنان زمین و قوم بشارت دهد و به آواز بلند میگوید. این فرشته به آواز بلند میگوید و من شنیدم، نمیدونم شنیدی یا نه، به این خاطر موعظه میکنم که تو هم بشنوی. و میگه که و خدا از خدا بترسید و او رو تمجید نمایید. این صدایی هست که دور کره زمین میچرخه و میگه که از خداوند بترسید و او رو تمجید کنید. یا این برای گمشدگان هست، اون افرادی هستن که ایمان هنوز نیاوردن، فقط همینطور هم برای قوم خداست که ما هم باید یک نمونه‌ای باشیم برای این دنیا که خدا ترسی در ما وجود داره. هر چقدر محبت خدا رو چشیدیم، انجیل رو شنیدیم و گناه‌های ما آمرزیده شده، حیات جاودانی رو به دست آوردیم، تولد تازه رو به دست آوردیم، فقط این کافی نیست، بلکه در این خدا ترسی باید زندگی کنیم و واقعا با روح و راستی، با صداقت، با شفافیت او رو تمجید کنیم و همینطورم احترام بذارید. موافق هستی؟ خدا اینو میخواد ما رو هدایت کنه. به این خاطر احتیاج قلب ما، نفس ما احتیاج به بیداری داره. بعضی وقت واقعا خدا باید به جایی میبره که ما واقعا شوکه بشیم، بترسیم که جلوی خدای قدوس ایستادیم. آمین. و اینجا میگه که از خدا بترسید و او رو تمجید نماید، زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او رو که آسمون و زمین و دریا و چشمه های آب رو آفریده پرستش کنید. اون خدایی هست که خالق ماست و بهترین، زیباترین چیز عزیزان که ما به دست آوردیم و اصلا هنوز درست قیمتشون نمیدونیم، ارزششون نمیدونیم. ببخشید زمانی که اینو میگم که نمیدونیم، منظوری نیست که الان هیچ کسی اینجا نمیدونه، کم و پیش چیزایی میدونیم، یا فقط کلن صحبت میکنم، یا این موعظه هم نمیخوام محکوم کنم، این موعظه باعث بشه که بیدار بشیم. اگر چیزایی دریافت کردین خدا رو شکر، ادامه بدین. فقط چیزایی هست که ما واقعا خار شمردیم، دقت نمیکنیم. و نمیخوام یک روزی زمانی که عیسی مسیح آمد اینجا خواهیم خوند یهو شوکه بشیم، مثل یهودیا زمانی که منتظر همون مسیحی خدا بودن، مسیح بودن، زمانی که کلام خدا میگه و این کلام انسان شد، میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی و جلال او رو دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. و اینجا میگه که هر کی او رو اسم او باور کرد، او به او این حق رو داشت فرزند خدا خوانده شود. به قوم خودش آمد و قوم او را قبول نکردند، چون تصویر اشتباهی از مسیح خدا داشتند. ما هم میتونیم این مشکل رو بر بخوریم که یه تصویری از عیسی مسیح ساختیم. یه آها عیسی مسیح، آه هللویا، خدا رو شکر، فیض خدا زندگی میکنم. فقط زمانی که قدوس بیاد نتونیم تحملش کنیم. و میگه که در آخرین کتاب عهد عتیق اونجا تو ملاخی اینجا نوشته، و این کتاب ملاخی، این آخرین کتاب در عهد عتیقه که آمدن عیسی مسیح آماده میکنه و گفته که اونجا یحیای تعمید دهنده، یعنی اون کسی، یک کسی خواهد آمد که اونجا ما رو به توبه و بازگشت هدایت میکنه. در قسمت هایی برای اون زمان زندگی میکرد که راه های خدا رو آماده میکرد که عیسی مسیح بیاد. فقط همینطور هم برای زمان آمدن او عنوان پادشاه آماده میکنه ما رو. عهد عتیق عیسی مسیح عنوان بره خدا آمده که کفاره گناه های ما بشه.
چون بدون کفاره گناه، بدون اینکه آمرزش گناه، ما نمیتونیم وارد ملکوت خدا بشیم، چون گناهکار هستیم و هیچ گناهکاری نمیتونه جلوی خداوند بیاد. یا به این خاطر اولین باری که عیسی مسیح آمد، عنوان بره خدا آمد. بره خدا یعنی بره، یعنی قربانی که عیسی مسیح که انسان شد مرد که گناه های تو و گناه های منو ببخشه، یعنی جواب گناه های منو تو رو بده. مزد گناه مرگ، جریمه گناه مرگ. تو باید به خاطر گناهکار بودن تو بمیری و عیسی مسیح بره خدا آمد روی صلیب، اونجا گفته که من این تقصیرا محکومیت جرم دنیا رو برمی‌دارم، لعنت دنیا رو برمی‌دارم روی من، خشم خدا رو که روی شما باید می آمد روی من میارم، چون شما رو دوست داشتم. و اونجا بره خدا مرد، فقط چون بی گناه بود از مردگان برخاست و هر کسی که ایمان بیاره به او گناهشون آمرزیده میشه. این بره خدا بود که یحیای تعمید دهنده آمد راه ها رو مهیا ساخت که اون بره وارد بشه. الان یک زمانی ما زندگی میکنیم، ما کلیسا هستیم که الان راه های خدای سرلشکرها رو باید باز کنیم، آماده کنیم که این خدای لشکرها، خدای زبایوت وارد این دنیا بشه. ما کلیسا الان قسمتی میتونم بگم که یحیای تعمید دهنده هستیم. باید خودمون در این خدا ترسی، در این احترام زندگی کنیم و همینطور هم راه رو برای این پادشاه باز کنیم. آمین. در مزمور 24 ما اینجا دیروز هم چیز داشتیم، ملاقات با خدا داشتیم. کاش که همه آمده بودیم. ملاقات با خدا یعنی میتونستی با خدا ملاقات داشته باشی. خیلی چیزای اینجا انجام شد، خیلی افرادی هستن که ملاقات داشتن، تصویرایی داشتن و چیزایی که مهم، هر شخصی برای خودش چیزایی که احتیاج داشت به دست آورد، یا به هر حال تسلی بود یا آزادی بود یا شفا بود. خدا دوست داره به ما خدمت کنه. امیدوار هستم الان دو هفته دیگه دوباره هشتم، دو هفته دیگه ملاقات با خدا داریم. من الان آماده چیز کردم با این کلیسا که تعطیل هستن، گفتن که به ما این اجازه رو بیدن دوباره ملاقات با خدا. دو هفته دیگه هشتم روز شنبه ساعت 6 و نیم به بعد بیاین، تشریف بیاییم. میخواییم بیاییم همینطور که هستیم با همون قلب خدا رو پرستش کنیم، عبادت کنیم. کلام نمیشنویم، موعظه نیست، اونقدر زیاد دیگه شنیدیم، احتیاج به موعظه نداریم. من گفتم که الان این موعظه هایی که تو این 6 ماهی 7 ماهی شنیدیم اونقدر زیاد بود، اونقدر قوی بود، 6 ماهی دیگه باید مثل شطور، نه باید میتونیم اونجا فقط اونجا شطور هستن، نه شطور اینطوری، نه شطور است که میتونه حداقل 2-3 ماه بدون آب هم زندگی کنه. میتونیم دیگه مثل شطورها میتونیم تمام چیزایی که کلامایی که شنیدیم حذف کنیم، نشخوار کنیم. این کلامایی که شنیدین به شرطی که برین توی یوتیوب، ما عزیزان یوتیوب داریم، من فیسبوک داریم، میتونین این موعظه رو باید حداقل 3-4 بار گوش کنین که 2000 بیفته، مکاشفه رو به دست بیارین. من هر موعظه‌ای که احساس میکنم خدا صحبت میکنه به شما میگم، نه فقط گوش میکنم، یه دفتر برمی‌دارم شما میگم نوشتن، چون میگم که این حیاتی که اون این واعظ داشت که با غیرت با قدرت با زندگی خودش چیز کرد، موعظه میکرد، میگم اینی که اون در اوست اینو میخوام داشته باشم. متوجه هستین؟ فقط کلام نمیشنم و آخ خدا من برکت بود، خدا رو شکر. بلکه اگه واقعا میخوام به شناخت خدا برسیم، باید مشغول این کلام رو بشین. و مطمئن هستم عزیزان، من رفتم کلیساهای دیگه هم دیدم، یا این پیامایی که خداوند به کلیساهامون داده واقعا کلامای آسمونیه و ما قدرش رو نمیدونیم. با برادر خواهرای آشنا شدم توی کشورهای دیگه، واقعا امکان و درستی ندارن. تقصیر خودشون هم اینطوری نیست، امکانشون اینطوری ندارن، نه شبانی درستی دارن که بیان اونجا تعلیم ببینن، یا گرسنه هستن. الان ما اینجا این امکان رو خداوند به این کلیساهامون به هامبورگ داده که بتونیم اینجا بیایم شرکت کنیم و ما بی‌حرمتی می‌کنیم. یا یک روزی به هر حال نمیخوام جلوی داوری خداوند بایستی. آخر خداوند گفته تمام امکانات رو دادم، شبان رو دادم، کشیشا رو دادم، نمیدونم رهبر رو، همه چی رو دادم به تو، کتاب مقدس های به اندازه کافی دادم و همینطورم تمام این کتاب ها رو دادم، فقط تو نخواستی.
مطمئن مطمئن هستیم خود با توجه شدین؟ چون خدا دوستتون داره، چون خدا ما رو دوست داره، این کار رو میکنه. هر کسی در عبرانیان باب 12 نوشته هر کسی خدا او رو دوست داره تأدیب میکنه، کتکم میزنه، چون تو رو جدی گرفته. تو مرد یا پسر یا دختری یتیمی نیستی، بلکه تو رو عیسی مسیح پذیرفته عنوان خدا، عنوان پسر، عنوان دختر. پس باید تربیتم کنه. آمین میتونیم بگیم؟ آمین. موافق هستین؟ آمین. دوست دارین چوب خدا رو ببینید؟ نه، این چوبایی که خداوند میزنه فقط و فقط به شما میگم، خیلی شکست خوردم من تو زندگی خودم، آخر میتونم بگم مرسی بر از هر چوبی که خوردم که منو بیدار کرد، سمت تو کشید. اون زمانی که با چوب میزنه، من چوب اصلا هیچ موقعم چوبم استفاده نمی کنه، برای تعدیب می کنه. فقط منظور اینه که هر چیزی که خداوند انجام میده از خشم خودش نیست، بلکه از محبت خودشه. به این خاطر اینو باید یاد بگیریم. اینجا در برحال به کتاب ملاخی اینجا بودم که گفتم که آخرین کتابی هست. همینطورم برای خودمونم که زمانی که با دقت گوش کنیم چه چیزهایی نوشته. و اینجا همینطور در ملاخی نوشته: اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ ببین نسین میتونی اینو به اینو بده من. اما کیست که روز آمدن خدا یعنی عیسی مسیح رو متحمل تواند شد؟ و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ گوش کردین؟ دوباره میگم، الان حواستون اینجا نبود. اینجا خداوند میگه برای زمان آخر، برای آمدن او، میگه که اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ الان این کلام رو میشنوین چی فکر میکنین؟ برای اینطوری ما فکر نکنی، برای خودت فکر کن. الان خدا میگه کیست؟ آیا تو، اینطوری بگم، آیا تو میتونی در روز آمدن او متحمل این توانی شد؟ میتونی در ظهور او بتونی بایستی؟ الان این کلام رو که میشنوم میتونم بگم که خداوند واقعا اینطوری که صحبت میکنی مثل اینکه یه چیزی جدی است. اون عیسی مسیح فقط نیست که فقط با عشق خودش میاد اینجا من رو در آغوش میگیره، بلکه یه خدای قدوسیه. پس باید حتما منو خودم رو آماده کنم که زمانی که او بیاد، زمانی که این داماد بیاد، بتونم واقعا مقدس بی عیب بتونم اونجا جلوش بیستم. موافق هستین؟ فکر میکنی اینطوریه؟ چون دوباره میگم ما روبروی خدا هستیم. پس آلمانی ها خیلی چیز کلام خوبی دارن که میگن ایرفوشت. ایرفوشت میشه نه خدا ترسی، بلکه احترامی که توش ترس خداست. و آلمانی ها میگن هایلیگه ایرفوشت. این خیلی چیز جالبه. زمانی که آلمانی اینو میگم اصلا کلن توی فضای دیگه قرار میگیرم. مثل این که میگه که هایلیگه ایرفوشت، یعنی یک احترامی هست، احترام مقدس، یعنی منظور مقدس یعنی پاک،
ناقص، شفاف، کامل، خالص، ببخش، مرسی، خالص و شفاف، یه احترامی که توش ترس خداونده، که نه وحشته بلکه احترام گذاشتن کلام او، احترام گذاشتن احکامی که نوشته شده، که خود عیسی مسیح کلام خداست. آمین. عیسی مسیح کلام خدای زنده است. زمانی که این کلام خدا رو جدی بگیرم، احترام میذارم و انجام بدم، پس عیسی مسیح رو احترام میذارم. الان خودتون فکر کنین، شما میایین و میگین که عیسی مسیح آمدم تو رو پرستش کنم، شکرگزاری کنم، نام تو رو تمجید کنم، فقط احکام او رو نگه نمیداری، کلام او رو جدی نمیگیری و اصلا احکام او رو هم نگه نمیداری، اصلا کتاب مقدس نمیخونی، آیا چی فکر میکنی؟ احترام گذاشتی به خدا؟ به عیسی مسیح؟ خودتون جواب بدین، الان احتیاج نیست بگیم بله یا نه. امروز میگم که خدا میاد فوکوس ما رو درست کنه. کلام خدا در عهد عتیق میگه که قوم من میاد با زبان منو احترام میذارن، فقط با قلبشون از من دور هستن و احکام من رو نگه نمیدارن. با زبان، به این خاطر کلیسای زنده یک کلیسایی هست که نه فقط با زبان، با قلب خودمون او رو احترام میذاریم، با زندگی خودمون، با رفتار خودمون او رو احترام میذاریم. و خدا دنبال این هست. و از زمانی هم که خدا با کلیسایمون، یا بیشتر هم همینطور، اول با ما خادمین شروع میکنه به صحبت کردن، که چون اول ما هستیم که باید این راه رو بریم، ما هستیم این کلامی که میشنویم باید بجوییم، باید روی خودمون کار کنیم، باید از این مرگ عبور کنیم، باید خودمون رو تقدیس کنیم، چشمای ما رو، فکرای ما رو، هر چیزایی که اضافه هست پاک کنیم، این راه رو بریم و اون موقع این چیزا رو، مس رو به دست میاریم و اون موقع این مسی که به دست میاریم، اون موقع هست که میتونیم منتقل کنیم به شما. یا و این یه چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده، دو بار اتفاق افتاده، یه چیزی است که تا آمدن مسیح اینجا رشد خواهیم کرد. یا و چقدر واقعا به شما میگم عزیزان خدا، محبوبان خدا، واقعا لذت تو این احترام گذاشتن خدا، لذت‌های بسیار زمانی که با صداقت، با تمام قلب یاد گرفتین و این زندگی احترام رو میگذارونی و او رو همینطور پرستش میکنی، واقعا به شما میگم لذته، لذتهای بسیار بزرگی. من نمیتونم به شما اینو ثابت کنم، این خودتون باید بچشین. من فقط چشیدم و در حال چشیدن هستم و میخوام منتقل کنم. و آرزو من، دعای من فقط اینه که کلیسایی باشیم که واقعا پرستش های حقیقی، پرستش های با روح و راستی به حضور خداوند بیاین، با قلبمون، با رفتارمون. مطمئن هستم عزیزان، مطمئن هستم واقعا به شما میگم، خانواده خدا، محبوبان خدا، زمانی که این پرستش رو داریم، این در این مکان، این احترام، این ترس خداوند باشه، به شما قول میدم افرادی هستن بی ایمان میان تو اینجا زانو میزنن، مکاشفه عیسی مسیح رو به دست میارن. احتیاج هم نیست حق‌جویان هم بذاریم. یا عیسی مسیح میاد با رویا، با تصویرها نشون میده وابستگی ها رو، نمیدونم زنجیرها رو نشون میده و ما رو آزاد میکنه. چرا؟ چون ترس خداوند، احترام خدا اینجاست. آمین. دوست داریم اینطوری کلیسا باشیم؟ یا دوست دارین وام اینطور کلیسای باشیم؟ بیایم بریم و غذا بخوریم، کباب بخوریم و بریم و بیایم. من راضی نیستم. من از اول اینطوری بودم، یا همه چیز یا هیچ چیز، و همه چیز رو انتخاب کردم. عیسی رو انتخاب کردم، اون همه چیز منه، چیزی دیگه وجود نداره. هاللویا. عاشق پدر هستم، خدا هستم. به هر حال عیسی مسیح خودش هم که دفعه‌ای گذاشتم گفتم، میخوام دوباره هم اشاره کنم که عیسی مسیح خودش که پسر انسان، پسر خدا بود، پسر انسان بود و آمد پدر رو، اسم پدر رو به ما نشون داد. و اینجا میگه که زمانی که آمدم او رو، این قوم خودش اینجا
بی‌حرمتی کردن و اینجا میگه و گفتن که تو دیو داری، تو این داری اون داری. بعد از این اینجا میبینیم که تمام وقت عیسی مسیح در حال احترام گذاشتن پدره. احترام گذاشتن پدر یعنی از آن جلال خدا رو جستجو کنه یک کسی و همینطور هم اراده خدا رو بتونه انجام بده. گوش کردین؟ اگه میخوایم خدا رو احترام بذاریم، پس باید اول جلال او رو جستجو کنیم، جلال او رو بطلبیم، یعنی او جلال یابد و اراده او انجام بشه. اینجا خود عیسی مسیح میگه من دیو ندارم، لیکن پدر خود را حرمت میدارم و شما را بی حرمت و شما مرا بی حرمت میسازی. من جلال خود را طلب نیستم، بلکه جلال پدر آسمانی من. یعنی زمانی که بی حرمتی رو میکردن و این چیزها رو میگفتن تو دیو داری، این داری، اون داری، میگه که ببین من دیو ندارم، من تمام وقت زندگی من اینه که او رو احترام بذارم، او رو حرمت، جلال رو میخوام به او بدم. به این خاطر میگه که دایما هر کاری میخونم میخوام او رو جلال بدم. یعنی عیسی مسیح خودش رو فراموش کرده. گوش کردین؟ یک رازی هست باید یاد بگیریم. او فراموش کرده، فقط میخواست پدر رو جلال بده. و بعد از این قسمت های دیگه میگه که من از خود هیچ نمیتوانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری میکنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طلب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است. آیا بعضی وقت هست که دعای ربانی رو میخونین؟ کسی هست که دعای ربانی رو بلده و میخونه؟ چی میگین؟ فقط قسمت اول. پی پدری که در آسمون هستی، نام تو جلال یابد، مقدس باد، اراده تو، پادشاه تو بیاد، اراده تو همینطور در آسمون است در این زمان انجام بده، کافی. این چیزی بود که خدا به ما تعلیم میده. میگه که شاگردان آمدن گفتن به ما تعلیم بده چطور باید دعا کنیم. گفته پدری که در آسمون هستی، نام تو مقدس باد. منظور اینه که با زندگی خودم، با رفتار خودم میخوام نام تو رو بلند کنم، احترام بذارم. تو باید جلال پیدا کنی، ملکوت تو بیاد، که من مسئول هستم که طوری زندگی کنم که بیاد و اراده تو همینطور در آسمون در این زمین انجام بشه. این زندگی رو که عیسی مسیح خودش میکرد، اگه عیسی مسیح این زندگی رو میکرد، چقدر ما باید این زندگی رو بکنیم. ما هم به هر حال مطمئن هستم شما اینو میخونین پدر جان در آن. فقط این قسمت دوم مهمه، نان کفاف ما رو بده. نه فردا، امروز. و چیزایی که دیروز ندادی امروز هم اضافه کن و آینده منو درست کن و اصلا غذاهایی برای یک سال اصلا پیش پرداخت کن. و گناه های منو ببخش، فقط دیگران خیلی سختی، خیلی خرابکار هستن. چطور میتونی گناه های دیگر رو ببخشی؟ رحم کن این افراد، فقط گناه منو ببخش. قسمت برحال قسمت وسطیه که ما اونجا خیلی عالی بلد هستیم. آخرش چی میگه؟ چون جلال و شکوه و ملکوت از آن تو هست تا ابدالآباد. یه ساندویچی هست که خداوند به ما بخشه. با جلال شروع میکنه، با جلال تمام میکنه. وسطش ما قرار گرفتیم و اونجا دائما دور خودمون میچرخیم. خداوند کلید رو به ما بخشیده و به این خاطر عیسی مسیح که خودش برحال پسر خدا و خود خدا بود، که انسان شد، آمد محبت خودش رو نشون بده، چقدر ما باید
این زندگی رو داشته باشیم. در یوحنا باب 5 آیه 41 تا 44 اینجا نشون میده که چطور میتونیم اصلا به شناخت خدا هم همینطور برسیم و همینطور هم با احترام به احترام و به احترام این که ترس هست توش. اینجا میگه که عیسی مسیح شما چگونه میتوانید ایمان آرید و حال آنکه احترام یا جلال از یک دیگه میطلبید و جلال را که از خدا خدای واحد است طالب نیستید. دوباره میگم خدا میگه که شما چطور میتونید ایمان بیارید یا در ایمان رشد کنید. چطور میتونید در ایمان رشد کنید اگر فقط دنبال جلال خودتون هستین، به هم دیگه احترام و برای با خودخواه بیشتر با خودخواه این کارو میکنید و جلال خودتون میطلبیم، فقط اون جلالی که جلال خدای واحد است اصلا نمیطلبید، برای این زندگی نمیکنید که او جلال پیدا کنه. از این رمز میگن نه، رمزهایی هست خدا میخواد به ما ببخشه. زندگی تو موفق نیست، تو در جاهایی قرار گرفتی درست سالم رشد نکردی چون جلال او رو پیدا جستجو نمی کنی، تو برای جلال او زندگی نمی کنی. یعنی من الان میگم من جلال او رو پیدا کنم و میخوام، اتوماتیک دیگه خدا چه کاری میکنه؟ الان منطقی فکر کنیم، یه کسی که واقعا دنبال جلال خداست چی فکر میکنی خدا با او چطور رفتار میکنه؟ همه چی رو میده یا همه چی رو قایم میکنه از او؟ اونجا پشتم میتونین جواب بدین ها، من صدای شما رو میتونم بشنوم. چی فکر میکنین الان یه کسی هست که میخواد جلال خدا رو جلال بده، با این زندگیش میخواد نام خدا رو بلند کنه؟ پس خدا همه چیزی که احتیاج هست به او خواهد داد، درسته یا نه؟ نه اینطوری که من میخوام، اینطوری که خودش برای من لازم میدونه. و اونجا مطمئن باش پیروزی هست، موفقیت هست، سلامتی هست، هر چیزی که هست که من احتیاج دارم که نام او رو جلال بدم. آمین. از طریق مخصوصا از طریق آرامش، مخصوصا از طریق محبت، مخصوصا از طرف در عدالت زندگی کردن، پرستش، این مس رو خداوند میده. چون من نماینده او هستم، من میخوام نام او رو جلال بدم. من نمیام فقیر مریض چلاخ میتونم اگه خدا رو میخوام جلال بدم. خدا منو برمی افراز اقتدار قدرت به تو خواهد داد که در این دنیا بتونی بایستی و هر کسی تو رو با تو آشنا میشه این غیرت و این قدرت رو میبینه و این در این محبتی که تو زندگی میکنی، یا در مشکلات، در فشارها، در حمله ها میگی که من محبوب خدا هستم، اشتیاق وی در من از باور میکنم، در او زندگی میکنم. او میگه که در مورد چه محبتی صحبت میکنی؟ چون خدا رو با این محبت آشنا نشدن و همینطور هم نگاه میکنن به زندگی کردن تو، خوددوستیت زندگی کردن تو، ناپاک در پاکی که زندگی میکنی، از زبان تو چیزای حیاتی که میاد افراد هدایت میکنی، کمک میکنی، بلند میکنی، چون میخوای او رو جلال بدی. این شهادتی هست که با این حال خدا لذت میبره، میگه که هر چیزی که دادم ورداشته و که اسم منو میخواد تمجید کنه. از این خدا در این زمان آخر این کلیسا رو میخواد بلند کنه، اینطوری کلیسا، نه فقط کلیسای ما، مثلا کلیسایی که در دنیا هستن. شاید از طریق مالی ما فقیر باشیم، فقط از طریق شخصیت مسیح، پرستش، شکرگزاری، خوددوستیت و همینطور خدا ترسی ثروتمند باشیم. من بهتره بدترین کلیسا ساختمونی داشته باشیم تو زیر زمین و خراب باشه، فقط اونجا پر از جلال باشه، پر از حکومت چیز باشه. برای خدا مهم نیست یه جایی باشه که خیلی عالی باشه، برای خدا جای ساکن از جایی که او رو احترام میذارم از زندگی خودشون، خدا ترسیه. آمین. خدا تک تک ما رو میخواد اونجا هدایت کنه عزیزان. همین توی کتاب ملاخی که برین یک بار، خواهش میکنم به خودتون رحم کنین، به منم کمک کنین، برین تو هفته آینده این کتاب، فقط 4 بابه، 4 تا باب، در طول اگر یکم با دقت بخونین شاید 3 ربع باشه، با دقت بخونین 1 ساعت باشه. بعد از اینکه خوندین، بعد از 1 روز دوباره بخونین.
بعد از یک روز دوباره بخونیم. به شما میگم چقدر خدا مکاشفه به شما خواهد داد، نور خودشو میاره. دیروز هم اینجا موعظه نکردیم، بلکه خدا اینجا صحبت کرد دیروز تو ملاقات با خدا، که او مثل یک نوری خواهد آمد و هر چیزایی که در ما هنوز پنهان بیرون خواهد آورد، یعنی آزاد خواهد کرد از این دروغ ها، از این تصویرهای اشتباه، و نور او حیات میبخشه. یا نور او اصلا کلن تمام سیستم زندگی ما رو عوض میکنه. و در این کتاب ملاکی خیلی جالبه که اولین چیزی که نوشته، الان نگاه کنیم، ما توی زمان آخر هستیم، خدا اولین چیزی که صحبت میکنه، اولین چیزی که توی کتاب نوشته شده، خداوند میگوید که شما را دوست داشته ام، اما شما میگویید چگونه ما را دوست داشته ای؟ جالبه نه؟ خدا با ما در مورد محبت خودش صحبت میکنه، نه توبیخه، نه تنبیه، نه کجا هستین شما، بلکه میگه که ببین عزیزان، من شما را عاشقانه دوست دارم. شما میگین ها چطور من را دوست داری؟ چه کردی؟ کجا هست محبت تو؟ تو هایم زندگی میکنم، نمیدونم پولم دزدیدن، یعنی این کار شده، این چیز تو، محبت تو کجاست؟ خیلی جالبه که اولین چیزی که خدا اشاره میکنه محبت خودش، میگه که من دوست دارم تو رو، عاشقانه دوستت دارم. فقط تو باور نمیکنی، تو چشم خودت رو روی چیزهای دیگه گذاشتی، محبت رو اینطوری برای خودت تصویر میکنی که پس من انجا هستم، محبت یعنی تو بخوای و من به تو بدم. از یک مشکلی به یک مشکل، از یک مشکل تا یک مشکل بیرون بیارم، آرزوهای قلب تو بدم، به تو بدم، نوازش بدم، هر روزم به تو آرامشم بدم، صلحم بدم، محبتم بدم، اون موقع باور میکنی من تو رو دوست دارم. و اینجا تو ملاکی نوشته، گفته که من محبت خودم رو 2000 سال پیش به تو ثابت کردم، نشون دادم، تمام گناهای تو رو برداشتم، تمام دیوهایی که روی زندگی تو تسلط داشتن آزادت کردم، تمام زنجیرا رو باز کردم، شکوندم، حیات جاودانی به تو دادم، هویت جدیدی به تو دادم. تو الان میتونی به نام پدر صدا کنی. این محبتی هست که من به تو بخشیدم. هنوز باور نمیکنی؟ هنوز در این حال زندگی میکنی که به من بده، برکت بده، این چیز رو بده، مثل یه بچه به هر حال، فقط بگم که اینطوری تو پارانتز میگم، بی تربیت، که فقط محبت رو فقط به خاطر برکت میتونه برای خودش ثابت بشه. یعنی یک محبت خودخواهیه. و اینجا میگه در رومیان باب 5 آیه 8 میگه لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت کرد، ثابت میکند، از اینکه هنگامی ما هنوز گناهکار بوده این مسیح در راه ما مرد. خدا محبت او ثابت کرد. زمانی که تو کور و کر و در این لجن این دنیا افتاده بودی، از حیات جاودانی محروم بودی، وارد جهنم می شدی، اونجا خدا محبت خودش رو نشون داد و بازخرید کرد از دست شیطان. این محبت خداست. و همینطور نه فقط این، بلکه یک هویت جدیدی به تو داد. بعد از این خدا نه فقط این، بلکه تو پسر خدا هستی، وارث ملکوت خدا هستی. این سرودهایی که اینجا امروز هم خوندیم، یا وارثان خدا هستیم. خدا میگه که این تمام چیزها رو کردم، آیا محبت من نیست؟ تو رو خواندم که یک روز تاج جلال روی سر تو بذارم، که لباس کهانت رو بپوشی، با من از ازل تا ابد اینجا حکومت کنی. آیا این محبت من نیست؟ و تو میگی که چیه محبت تو؟ چرا وضع من خرابه؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. عزیزان، این نشانه هست که
چون تصویر ما از محبت خدا فالسه یا اشتباه است، چون خودخواه هستیم عزیزان، مسیحی‌ها خودخواه هستیم، چون همه چی دور ما میچرخه، نمیتونیم باور کنیم به اون محبت، چون محبت رو اینطوری برمیداریم که اینطوری دوست داریم. اگه خدا به این کاره، اگه این بعد از این ثابت میکنه، اوکی، مثل این که چی میگم فارسی، منت میذاریم سر خدا. خدای قدوس نگاه میکنه میگه که این تمام کارا رو کردم، الان آمده اینجا، اگه این چیزی بعد از این من باور میکنم منو دوست داری، اگه خدا به تو هم قول بدم تمام آرزوهای قلب تو به تو بده، هر کاری می تو آخر عمرت، هیچ موقع راضی نخواهی شد. چرا؟ چون عشق مسیح در تو هنوز اینطوری قرار نگرفته، چون فقط خودخواه هستی، تو مرکز زندگی تو هستی. زمانی که مرکز زندگیمون عوض کنیم و باور کنیم به این خاطر، ما این موعظه رو شروع کردم با این اعتراف، من محبوب خدا هستم و اشتیاق وی در منه، چون خدا صدا میکنه از آسمون، میگه که ای باور کنیم به محبتی که من دارم، باور کنیم به دعوتی که به شما رو دعوت کردم، دعوت سماوی است، این محبت منه، نگاه کن، نه این چیزی که در هستی، نگاه کن از تو چه چیزی خواهم ساخت، این محبت منه، به این نگاه کن، اون موقع محبت منو میچشی، اون موقع هست که ارزش، اون موقع هست که شروع میکنی به احترام گذاشتن به کلام خدا، اون موقع تشنه محبت میشی، تشنه محبت شدی، کلام منو احترام میذاری، کلام منو احترام میذاری، در خدا ترسی زندگی میکنی و تمام احترام و تمام برکت و هر چیزی که تو احتیاج داری روی تو خواهم گذاشت، به اضافه چیزایی که در این دنیا احتیاج داری. آمین. نگاه کن خدا در زندگی تو چه کارهای بزرگی کرده. نگاه کن چی بودی الان چی شدی. نگاه کن بدبختی این دنیا. نگاه کن افرادی تو افسردگی زندگی میکنن، کسی رو ندارن پیشش برن. برای ما اونقدر عادت شده، زمانی که مشکل داریم زود میریم پیش عیسی، عیسی جان، و میدونیم اون زنده هست. هر چقدر خرابکاری میکنیم، هر چقدر شکست میخوریم، به یه جایی داریم. یه بار بود که تلویزیون نگاه میکردم، یه فیلمی نگاه میکردم، تو هواپیما بودن، توی خطر افتادن، منم اونقدر رفتم تو این فیلم، بعد از این نمیدونستن چه کار کنن، من هم اینطور بگفتم دعا کنین دعا کنین، یهو دیدم فیلم یه عادت بود، رفته بودم گفتم دعا کنین که زود حل بشه، دیگه عادت شده برای ما. این محبت خداست. یه جایی هست که میتونی بری اینجا خودت رو خالی کنی. اشتباه کردی، گناه کردی و محکومیت روی تو آمده، میری اونجا یک بار توبه میکنی، بازگشت کنی با احترام، با ترس خداوند، خدا منم ببخش، من خراب کاری کردم. بلافاصله عیسی مسیح میگه 2000 سال پیش این گناه رو برداشتم، بخشش من روی تو اعلام میکنم، آرامش میاد میره. این محبت خدا نیست؟ به این خاطر میگه که من شما رو دوست داشتم، فقط شما میگین که کجاست که منو دوست داری. مشکل اول اینجا شروع میشه عزیزان، و چون نمیچشیم محبت خدا رو، احکام او رو نگه نمیداریم، احکام او رو نگه نمیداریم، در محبت او نمیمونیم، در محبت او نمیمونیم، در ترس خدا زندگی نمی کنیم، حرمت هم دیگه نیست. این یه چیزی هست که مثل یه پله میمونه. هفته آینده قسمت دیگه صحبت خواهیم کرد. فقط امروز فکر میکنم خدا میخواد اول به تو بگه که عاشقانه دوستت دارم، باور کن. تو محبوب من هستی. تو با ارزش هستی. من تو رو با خون خودم باز خرید کردم از دست شیطان. شیطان خون تو رو میخواست، من خون خودم رو
دادم که تو رو باز خرید کنم. محبت بزرگی وجود نداره از اینکه یک کسی زندگی خودش رو به جای یک برادر بذاره، و اون برادر بزرگ ماست، عیسی مسیح. و خدا من میگه که امروز باور کن، در اون زندگی کن. و زمانی که در اون زندگی میکنی، میگه که هر کسی که خود عیسی مسیح میگه که من در محبت پدرم میمونم چون احکام او رو نگه میدارم. به این خاطر خدا من میگه که هر کسی احکام من رو نگه داره در محبت من میمونه. دعای من هر روز عزیزان، اگه برای من دعا میکنم، میگه خدا من میخوام واقعا بوته میشه، نه بوت ایلچی، من میخوام در این زمانی که ما زندگی میکنیم ایلچی احترام و ترس خدا رو در این دنیا باشم، در این کلیسا باشم. درسته؟ خدا من الان یحیای تمید دهنده ها رو که راه رو برای خداوند باز میکنن میخوانه. در مزمور 24 میگه که ای دروازه ها درهای خودت رو باز کنین که پادشاه جلال وارد بشه. ای دروازه ها باز کنید که پادشاه جلال وارد بشه. من میگم خداوند از من یه سفیری بساز خداوند که این دروازه ها رو باز کنم، برای خودم نه، برای کلیسای تو و برای این دنیا. این ماموریت رو گرفتم و خداوند میخواد این ماموریت رو به تو بده. زندگی تو، واقعا به تو میگم، به تو قول میدم، اونقدر عالی خواهد شد از طریق روحی، از طریق روانی، از طریق فیزیکی، همینطور هم از طریق اقتدار. برای این خوانده شدیم عزیزان. الان میخوایم دعا کنیم. چشمتو ببند. و ما میدونیم که کلام خدا میگه نه با قدرت، نه با قوت، بلکه به وسیله روح منه. الان خدا منتظر تصمیم توست. نگاه کن کجا هستی. اولین قسمت همینطور که عیسی مسیح میگه که من پدر خودم رو بی‌حرمتی نمی کنم، بلکه جلال میدم، میخوام جلال بدم. آیا واقعا این زندگی رو میکنی؟ با زندگی خودت، با رفتار خودت، با حرفای خودت او رو احترام میذاری؟ چقدر توی دروغ یا تظاهر زندگی میکنی؟ چقدر چشمت روی خودت گذاشتی که فقط تو هستی؟ با محبت خدا رو، یا بعضی وقت زمانی که احتیاج داری میری پیشش؟ و چقدر چقدر واقعا دوست داری اراده او نه فقط در زندگی تو، کلاً در این کلیسا، در این دنیا انجام بشه؟ چقدر این دعای ربانی رو کردی؟ آیا واقعا چی فکر میکنی خدای پدر؟ یه گفتی پدر جان نام تو مقدس باد، اراده تو بیاد. الان یه زمانی است که خودمون رو تفتیش کنیم. تفتیش کن. خدا میخواد فوکوس تو رو درست کنه. رحمت خدا اینجاست. روح خدا اینجاست. کورم اسم دستیارن دستوری بی تیشیارن دای رو با دستوری می تیارن درک دستیارن دستوری آرن دای. هللویا خداوند، مرسی خداوند.
امروز هم روح القدس اینجاست. که قلب رو جستجو میکنه. که واقعا میخواد. در این خدا ترسی، در این احترام زندگی کنه. اگر قلب تو میبینی شاید تاریک شده، شاید از خدا جدا شدی یا دنبال زندگی خودت بودی، الان روح القدس اینجاست. همینطور این دنیای زمانی که این دنیا توهی و بایر بود و تاریکی بود، بعد اینجا میگه که و روح خدا صد آبا رو فرو گرفت. الان احساس میکنه روح خدا الان اینجا روی ما، تک تکش ما اونجا قرار گرفته. اونجا که خداوند گفت روشنایی شود، این روح القدس که شروع کرد حیات به وجود آوردن، این روح القدس الان اینجاست که در تو، در نفس تو، در روح تو همه چی رو عوض کنه. کلام رو شنیدین و الان دعای خودت رو بکن و بپذیر و بگو روح القدس تو بیا، به تو اجازه میدم وارد نفس من بشی. هر چیزایی که در زندگی من که خدا رو احترام نمیذاره، هر قدمایی که برداشتم، هر عملهایی که کردم که خدای پدرم رو بی‌حرمتی کردم، هر حرفایی که زدم که درست نبود، روش زندگی من که با این روش زندگی پدرم رو بی‌حرمتی میکنم، بهش بگو که روح القدس به تو اجازه میدم بیایی. همینطور که این دنیا رو ساختی، تو بیا قلب من، نفس من رو دوباره بساز، تبدیل کن و باور کن روح القدس اینجاست و اینجاست که تو رو خدمت کنه، چون اشتیاق وی بر توست. نگاه کن به خودت الان، وقتی هست یه دقیقه دو دقیقه، مهم اینه که خودت رو تفتیش کنی. اگر در قسمت‌های وابسته هستی و میخوای آزاد بشی، بگوی روح القدس بیا منو، میخوام قبول کنم، بیا منو آزاد کن، احتیاج به کمک تو دارم. الان کار خداست. بیا روح القدس. اگر در قسمت‌های اعتماد نداری، میترسی، قلبت باز کن، میگه روح القدس بیا، میخوام این محبت رو بچشم و آزاد بشم از ترس. کمک کن که زندگی مقدسی داشته باشم. کمکم کن که خدای واحد، خدای قادر متعال، قادر مطلق رو احترام کنم و در خدا ترسی زندگی کنم. هللویا خداوند. کورا ماشین دیاران دوستو ستوری دیسیاران دوستو ما دوستوری آران دای. هللویا خداوند. بیا روح القدس. بیا خدای قدوس. الان بیا خداوند. این فرزندان محبوب تو رو خداوند الان بیا. مثل یه ابر روی این عزیزان خداوند. ایشان رو بپوشون خداوند. بیا خداوند دعا میکنم در نام تو عیسی مسیح، هر نوع گرفتاری یا هر نوع خداوند وابستگی وجود داره، روح القدس در نام تو عیسی مسیح دعا میکنم الان شکست بخورم، آزادی تو رو اعلام میکنم. خداوند دعا میکنم هر نوع روح افسردگی اینجا وجود داره، دیوهای افسردگی الان نهیب میدیم در نام عیسی مسیح که از ایشان دور شوند در نام عیسی مسیح.
و دعا میکنم خدا من سلامتی تو، آرامش این شالوم تو در نفسشون قرار بگیره، در خدا من خودشون در امنیت تو پدر جان خدا من ببینن. خدا من دعا میکنم چشمای قلبشون الان در نام عیسی مسیح باز بشه که محبت تو پدر جان که روی صلیب به وسیله پسرت نشون دادی باز بشه. خدا من هاللویا، خداوند به چه دعوتی تک تک ایشان رو دعوت کردی، دعوت سماوی هست خداوند، هاللویا خداوند، دعوت سماوی هست. هر نوع دروغ‌هایی هست در نام عیسی مسیح شکست میدم خداوند، اینو اعلام میکنم که الان تو روح القدس همه چی رو بازسازی کنی خداوند، هر چیزی که شیطانم خراب کرده، هر چیزی که این نیروهای تاریکی به وسیله دروغ‌ها خداوند از این برکت دزدیدن شادی و آرامش رو، دعا میکنم الان 10 مرتبه زیادتر خداوند به ایشان ببخشی. هللویا خداوند. خداوند ما اعتراف میکنیم ما خیلی اشتباه کردیم، خیلی گناه کردیم علیه تو و این عبادت رو جلوی تو نآوردیم و همینطورم خداوند تو رو با در راستی و در صداقت احترام نذاشتیم و همینطورم در ترس تو زندگی نکردیم. به این خاطر عیسی جان این دعا رو میکنم عنوان شبان این کلیسا که ما رو ببخشی و از هر نوع ناراستی و دروغ آزاد کنی، طاهر کنی که این کلیسا آلفا اومگا، که خداوند یک کلیسایی باشیم که خداوند نام تو رو تمجید میگیم، خداوند همینطور هم بلند میکنیم و اراده تو هم انجام میدیم. خداوند این دعا رو میکنم خداوند برای تک تک ما خداوند، کسانی که اینجا هستن که هنوز با عیسی مسیح هم آشنا نیستن، هنوز شاید اینجا امروز بار اول آمدید یا چند بار کلام رو شنیدید، الان یه زمانی هم هست که عیسی مسیح میگه که بطلب از من از تو خواهم داد و زندگی تو رو، گناه تو رو امروز پاک خواهم کرد، امروز روز نجات توست، بخواه و اعتراف کن که من گناهکار هستم، اعتراف کن که نه مذهب نه کارهای نیک من میتونن نجات بدن، بلکه قبول کن اون قربانی که عیسی مسیح برای تو آورده که روی صلیب برای گناهای تو مرده، بگو عیسی مسیح گناهای منو ببخش، اعتراف میکنم که گناهکار هستم، یا منو طاهر کن، قبول میکنم که تو به جای ما روی صلیب مردی و جواب مرگ منو، جریمه منو دادی و الان بیا در قلب من ساکن شو، از امروز به بعد میخوام تو رو عنوان خداوند و پادشاه قبول کنم و باور میکنم که محبت تو، باور میکنم منو دوست داری. هللویا، این دعا رو بکن، از خداوند تشکر کن. هللویا. و من دوست دارم الان با هم دوباره این سرود قدوس قدوس رو بخونیم. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر سزاوار حرمت، سزاوار جلال.
سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکرگزاری. قدوس 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 خداوند خدای قادر مستحق به بود و هست و می آید و بعد پر از جلالش آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم های جهان مردم را خریدی. سزاوار برکت، سزاوار سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکرگزاری. سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام سزاوار تمام قدرتم. ای عیسی تو بود و نبودم هستی، دار و ندارم هستی، تو سزاوار هستی. ای منجی من، پرستش کنید، صدا تو بلند کن به حضور خداوند، با صدای خودت پرستش کن، تشکر کن اون خدای قدوس رو و دریافت کن، دریافت کن این فیض او الان که روی تو مثل باران میریزه. بردار خداست که امروز اینجاست که رو آزاد کنه. دریافت کن، دریافت کن محصول، هللویا. دریافت کن، خداوند میگه که باور کن که تو رو دوست دارم، باور کن که محبوب من هستی، باور کن که محبوب من هستی، از تو خوشنود هستم. دریافت کن، دریافت کن. کورا بابا سیارا دو سستوری انا. هللویا. هر تصویرای اشتباه بردار بذار روی صلیب. دریافت کن. عشق او زندگی تو رو دگرگون میکنه. عشق او از تو یک شاگردی میسازه. عشق او تو رو بلند خواهد کرد. عشق او هدایت میکنه که زندگی مقدسی داشته باشی، در پاکی زندگی کنی. هللویا. عشق او باعث میشه که از گناه، از همه فساد بیرون کش بکشی. هللویا. دریافت کنم با ایمان، با ایمان دریافت کنم. خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید، بود پر از جلالش آسمان و زمین. هللویا. خداوند تو رو میپرستیم ای پدر. سزاوار 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 ای بره خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. سزاوار برکت، سزاوار برکت، سزاوار حرمت،
سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، تنها تو هستی عیسی مسیح، سزاوار ستایش، پدر آسمانی خدای قادر متعال، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکرگزاری، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم، عیسی تو بود و نبودم هستی، دار و ندارم هستی، تو سزاوار هستی ای مجری من، ای حیات من، ای محبوب من، تو عیسی هستی ای مجری من، ای مجری من، حیات من، ای محبوب من، تو عیسی، ای مجری من، ای حیات من، ای محبوب من، تو عیسی. خدایی بی همتا تو رو میپرستی، بیا خداوند مرسی که امروز هم به ما خداوند با قلب ما صحبت کردی، از آسمون با ما صحبت کردی خداوند، مرسی دریافت کردیم، شنیدیم صدای تو رو خداوند، مرسی خداوند، مرسی که روح خودت رو به ما بخشیدی که بتونیم این راه رو ادامه بدیم خداوند، مرسی خدای رحمت ها پوری فیض، امروز هم دریافت کردیم خداوند، فیض تو رو تشکر میکنیم و جلال رو به تو میدیم خداوند، هللویا خداوند، مرسی خداوند، تشکر میکنیم خداوند، و هر جلالی هر چیزی هست سمت تو میاریم خداوند و تو رو جلال میدیم خداوند، هللویا خداوند، مرسی خداوند. میتونیم به عیسی مسیح پدر آسمونی ما روح القدس دست بزنیم و تشکر کنیم، دست بزنیم برای او، هللویا خداوند، مرسی سجن.